شد، شکر خدا. خط بعدی رو بگیرم. سلام علیکم، بفرما جانم. سلام علیکم آجی آقا، چه حال سلام داره؟ خوب علیکم هستی؟ برادر بزرگ، سلامت باشی، زنده باشی، بفرما جانم. زنده باشه. من مصطفی هستم، از کابل با تماس شدیم. مصطفی گل، بفرما جانم، از کابل چه خبره؟ سلامت باشین. می باشم یک سوال داشتم. امی خیر البریه که در آیه قرآن شریف نازل شده، آیا واقعا برای شیعه حیدر کرر است یا خیر؟ حالا از کتاب خود شما نشان میدم برادر من. خب، سورة البینه، سوال ایشان درباره سورة البینه هست. سورة البینه که خیر البریه در آن آمده درباره کی هست؟ بله، کتاب خود جماعت خود شما، نه کتاب ما. بله، این کتاب تفسیر در منثور هست. خود ببینید دوستان عزیز، چاپ قمنی، تفسیر در منثور، جلال الدین سیوطی، جزء ثامن، طبع دار الفکر، بعد سال 1403 در دار الفکر بیروت لبنان چاپ شده. این صفحه 588. بله، در ذیل آیه مبارکه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. واخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله، كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، جابر بن عبد الله گفت ما جمع الصحابه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم، فاقبل علی علیه السلام، پس امیر المؤمنین علیه السلام تشریف آوردن، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پس گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا ای بله والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان و بله و شیعته ایشان کسانی هستند که روز قیامت بله از کامروایان هستند. و نزلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. پس وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، خدا این آیه را نازل کرد به تحقیق کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده، اونها خیر بریت هستند، بهترین خلایق هستند. پس این حرف را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت، خدا اینقدر خوشش آمد بله که خداوند متعال این آیه را نازل کرد. پس فکان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا اقبل علی علیه السلام قالوا جاء خیر البریه. صحابه کارشان این بود وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف می آوردن، می گفتن که تشریف آورد خیر البریه، بهترین تمام خلائق. و اخرج ابن عدی و ابن عساکر ابی سعید مرفوعا. اون روایت از کی بود؟ از جابر ابن عبدالله. این روایت از ابو سعید خدری، صحابی دیگر معروف مشهور خوشنام. علی علیه السلام خیر البریه، امیر المؤمنین علیه السلام خیر البریه است. و اخرج ابن عدی عن ابن عباس، روایت بعدی از ابن عباس، لما نزلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي. وقتی که این آیه نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، هو انت و شیعتک یوم القیامت راضین مرضیین. این خیر البریه شما هستید و شیعیان هستید. روز قیامت که شما تشریف میارید، خدا از شما راضی است و شما از خدا راضی هستید. و اخرج ابن مردوی عن علی علیه السلام، ابن مردوی از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودن، الم تسمع قول الله، آیا این آیه مبارکه را نشنیدی؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، انت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، اذ جئت الامم للحساب تدعون غر المحجلين. بل این خير البريه شما وشيعيان هستی و موعد ما وعدای ما و دیدار ما و دیدار شما در حوض کوثر هست، وقتی که تمام امتها برای حساب دادن می آیند، شما و شیعیان شما غر محجلین می آیید در حالی که پیشانی های شما پر از نور هست. بفرما آقای الهدی جان، ما می خواهیم شیعه شوی. یا حیدر صفدر مدد، انشاءالله العزیز می خواهی شیعه شوی. در کابل پیش آقای محسنی نری که شیعه بشی، عقیدت را خراب می کنم. نخواهد نیم، اینجا آشنا ندارم برای از ملای شیعه. آره، شما برادر عزیز من، شما باید ایمان بیارید به امام امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزند او و لعنت بکنید به ابو بکر و عمر. این شیعه شدنه. حاضر این کار را بکنی؟ بله، آجابا. بله، این بگو لعنت بر عمر؟
لعنت لعنت بر عمر. آفرین برادر من. خب به او ایمان آوردم، ایمان آوردم به امامت، به امامت و وصایت و وصایت و خلافت بلا فصل، و خلافت بلا فصل شاه مردان، شاه مردان شیر یزدان، شیر یزدان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام، علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. و ایمان آوردم، و ایمان آوردم به عصمت، به عصمت، به عصمت، به عصمت، به عصمت حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، به عصمت زهرا اطهر، زهرا اطهر سلام الله علیها. و ایمان آوردم به 11 امام از فرزندان آنها، و ایمان آوردم به 11 فرزندان آنها. آفرین برادر عزیز من، شما شیعه اهل بیت هستید، حالا شما باید یک عالم خوب پیدا بکنید در کابل، اونجا برید پیش نماز روزه رو یاد بگیرید طبق مذهب شیعه. خب خدا حافظ شما، خدا حافظ شما، خدا سپردم جان، خدا حافظ. خط شیعه، خط عمریه. Straight Away TV.